بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فصل دو هندسه دهم. توی هندسه دهم فصل دو اومدیم نسبت تناسب رو درس دادیم، قضیه تالس رو گفتیم و تشابه رو بین مثلث‌ها رو گفتیم. حالا می‌خوام کاربردهای تشابه مثلث‌ها رو بگیم تحت عنوان قضیه نیمساز داخلی و نیمساز خارجی. قضیه نیمساز داخلی میگه در هر مثلث نیمساز هر زاویه داخلی ضلع روبروشو به نسبت اندازه اضلاع مثلث تقسیم میکنه. نگاه بکنید، آدی نیمساز زاویه آه، پس نسبت بیدی به دیسی، آبی به آسی میشه. بیدی به دیسی، آبی به آسی. نگاه بکن، بیدی سمت چپه، پس نسبت روبروش باید بشه آبی. سیدی سمت راست، نسبت روبروش باید بشه آسی. بیدی به دیسی، آبی به آسی میشه. عکس قضیه نیمسازهای داخلی هم شد درسته، یعنی که اگر ما یه زلی رو رسم کرده باشیم، یه رأس رو به زل روبرویش بس کرده باشیم به طوری که این خاصیت یعنی بیدی به دیسی و آبی به آسی بین قطعه‌ای به وجود اومده و اضلاع برقرار باشه، حتما آدی نیمساز داخلی زاویه آی. که حالا ما به اثباتاش کاری نداریم و میخوام بریم سراغ مثالا و تستاش. در مثلثی به اضلاع مثال 23، 3 و 5 و 7 طول پاره خط کوچکتری را که نیمساز زاویه بزرگتر بر روی ضلع مقابلش جدا میکند پیدا کنید. نگاه بکنید، گفته نیمساز زاویه بزرگتر بین 7 و 5 و 3، 7 بزرگترین زاویه بزرگتر روبرو به ضلع بزرگتره. پس اگر ما مثلث رو میخوام رسم بکنیم، آ بی سی، ضلع بی سی مون 7، مثلا این 3، این هم 5. اگر ما آدی نیمساز زاویه آ رو داشته باشیم، خب میگه آقا نسبت بی دی و سی دی چقدره؟ خب اگر آدی نیمساز داخلی باشه، نمی قضیه نیمساز داخلی بی دی به دی سی میشود آبی به آسی. بی دی رو نداریم، دی سی رو هم نداریم، آبی اون هستش 3 به 5. خب اگر بخوام بچه یکی از اینا رو پیدا بکنیم، مثلا بخوام بی دی رو پیدا کنیم، ببینید تفاهم چجوریه. یه ترکیب در مخرج میزنیم میشه بی دی بر روی بی دی به اضافه دی سی مساوی است با 3 بر روی 5 به اضافه 3. بی دی رو نداریم، بی دی به اضافه دی سی چقدر میشه بچه ها؟ بی دی به اضافه دی سی میشه کل ضلع بی سی. کل ضلع بی سی هم که 7، پس بی دی به 7 مساوی است با 3 به 8. طرف مثلث این بکنیم، بی دی ما میشه 21/8. خب بی دی مون شد 21/8. سی دی مون چقدر میشه بچه ها؟ سی دی میشه ضلع بی سی منهای بی دی. سی دی مون میشه بی دی منهای بچه بی سی منهای بی دی. بی سی ما چقدره؟ 7 منهای 21/8 که اگر از 8 مخرج مشترک بگیریم که 56 منهای 21/8 میشه اندازه سی دی. اندازه بی دی اندازه سی دی با ترکیب در مخرج برسون. خب دست 33، در مثلث آبی سی آبی برابر است با 12، آسی برابر است با 9 کل این و بی سی برابر است با 15. ببینید بچه هم دست شکل نداره، من شکلش رو رسم کردم و نقطه ام روی ضلع آسی باشد. نقطه ام روی ضلع آسیه که از دو ضلع بی آ و بی سی به یک فاصله است. نگاه بکن مکان هندسی نقاطی که از دو ضلع به یک فاصله باشه کجاست؟ روی نیمسازه. پس در نتیجه بی ام نیمساز زاویه بیه. چرا؟ چون نقطه ام فاصلهش از اضلاع برابرن با هم دیگه، یعنی ام اچ و ام آ با هم برابر. دو تا نکته داره. نکته اول، نگاه بکنید بچه ها، تو مثلث آبی سی 12 و 9 و 15 عدد پیثاگورسی هست. 12 رو میتونیم بنویسیم 3 ضرب در 4، 9 رو میتونیم بنویسیم 3 ضرب در 3، 15 هم که 3 ضرب در 5 دیگه. 3 و 4 و 5 عدد پیثاگورسی هست. همه مضارب از اینا هم عدد پیثاگورسی هست. پس زاویه آن 90 درجه است. اینجا مشخص کرد. گفتیم که آقا بی ام نیمسازه. چرا؟ چون فاصلش تا اضلاع بی سی و بی ای به یک فاصلش. ببین ام فاصلش از ضلع بی آ میشه آ ام یعنی ایکس،
چرا رو پای عموده، پا عموده، از ام عمود بکنیم به زد بی سی ام اچ، ام اچ و آ ام با هم دیگه برابر هم. هر نقطه رو نیم سازه. خب بچه ها اگر آ ام ایکس باشه کل آسی 9، پس ام سی چی میشه؟ میشه 9 منهای ایکس. خب مگه ما بی ام نیم ساز ما نیست؟ اشتباه قضیه نیم ساز داخلی، بی ام نیم ساز همونه. چی میشه؟ میشه نسبت مثلا AM به MC مساویس با چی؟ AB به BC. ببینید AM بالای روبرویش هم بالایی میشه، پس AB. MC پایینی هست روبرویش هم میشه BC، پس AM به MC، AB به AM. هم که هستش بچه ها X، MC مون هستش 9 منهای X، آبی مبرور است با 12، بی سی اون هم 15، 12 به 15. این معادله رو اگر حل بکنید x پیدا میشه x به 9 منهای x مساوی است با 3 بزنی میشه 4 به 5، پس 5x مساوی است با 36 منهای 4x، پس 9x مساوی است با 36، x هم مساوی است با 4، یعنی گزینه شماره 2. فاصله m تا زل بی سی، فاصله m تا زل بی سی بچه های m h که ام اچ با ام و ایکس برابر است. همون ایکس رو پیدا بکنید جواب تستمون هم محاسب میشه. خب بریم مثال 24. بچه ها مثال 24 اثبات کردنیه ولی توی تستا خیلی مهمه. میگه در مثلث ABC AM میانه ضلع BC است، از نقطه M نیم سازهای زاویه های AMB و AMC رو رسم کردیم. AM این فقط M بچه AM میانه است، AMC و AMB نیم سازاش رسم شده، یعنی MP و MQ نیم سازا هستن. تا ضلع های AB و AC رو به ترتیب برای P و Q قرار بکنم، یا ثابت کن PQ موازی BCه. اولا که بچه تو مثلث سمت چپی، تو مثلث ABM در نظر داشته باشید بچه ها MP نیمساز دیگه، نیمساز زاویه که AMBه، MP نیمساز داخلیه. نمید از این نیمساز داخلی بچه ها قطعی که وجود میاره چیه؟ AP به PB مساویست با AP بچه ها سمت بالاست، پس این طرف پیش میشه AM، بی پی پایینه پایینیش هم میشه بی ام، آپی به پی بی میشه آم به بی ام. همین کار رو تو مثلث سمت راستی انجام بدیم. تو مثلث آم سی میگیم که آقا ام کیو نیمساز است، پس از یه نیمساز داخلی رو بخواییم بنویسیم آکیو به کیو سی، آکیو بالاست میشه آم به ام سی. بچه ها نگاه بکنیم دوتا رابطه داریم که سمت راستشون با هم برابر هم، پس سمت چپیشون هم با هم برابر میشه، آپی به پی بی برابر است با آکیو به کیو سی. بچه ها نگاه بکنیم آپی به پی بی، آکیو به کیو سی، همون جزء به جزء تالس همونه، پس طبق عکس قضیه تالس پی کیو موازی است با بی سی. خود ثابت کنید پی کیو با بی سی موازی. اگر بچه ها تو تستا همچین چیزی رو دیدید دیگه اینا رو نمیخواد بنویسید، مستقیم نتیجه بگی پی کیو موازی بی سی، حالا تالس جزء به جزء جزء به کلش رو بنویس و جواب تست تو پیدا کن. مثال 25 گفته در مثلث ABC نیم ساز سی دی را کشیده ایم، سپس از نقطه دی خطی موازی آسی رسم کردیم. پس نیم ساز سی دی رو کشیدیم، سی دی نیم سازمونه، از نقطه دی هم خطی موازی با آسی رسم کردیم، یعنی آقا دی ای و آسیون با هم موازی هم. خب گفته که زل بی سی هم در نقطه دی قطع میکنن، اگر بی سی مساوی 10 باشد، بی سی 10، آسی مساوی با 4 باشد، طول دی ای کدام است؟ طول دی ای رو اگر ما بگیریم ایکس، ما باید دنبال ایکس بگردیم. خب بچه ها دقت بکنید، من یه نمیگیم سی دی نیم ساز است، حالا که نیم سازه قضیه نیم ساز داخلی واسش بنویس، میگیم که آقا بی دی نسبتش به آدی برابر است چی؟ بی دی مون سمت راست، سمت راست اون میشه بی سی، آدی اون سمت چپه اینجا هم میشه آن سی. خب بی دی به آدی برابر است با بی سی مون که هستش ده،
آسیمون هم که هستش ها 10^4 هم که میشه 5^2. خب بچه ها نگاه بکنیم، مگه نمیگیم دی ای موازیه با آسیه؟ پس بریم تکرار تالس، خودش هم جزء به کل تو مثلث ABC تالس بنویسیم. ما چون ایکس رو میخوایم جزء به کل باید بنویسیم، بی دی به آبی مساویست با دی ای به آسی، بی دی به آبی. بچه ها نگاه بکن، ما بی دی به آدی رو داریم، بی دی به آدی رو داریم چقدر؟ 5/2. من میتونم اینجور بنویسم بی دی ضریبی از 5 هست، پس 5 ایکس، یا بنویسم 5 کا تو ما ایکس رو باقی نشه. آدیمون هم ضریبی از 2 هست، پس میشه 2 کا. نگاه بکن بی دیمون هستش 5 کا، آدیمون هستش 2 کا. خب حالا نسبت جزء به کل میخوام بنویسم، بی دیمون که هستش چقدر؟ 5 کا. آبیمون چقدر؟ کل آبیمون هستش 7 کا. مساویست با چقدر؟ دی ای ایکس. آسیمون هم که هستش 4 کا با کا میره 5/7 مساویست با ایکس به 4. طرف این وسط این بکنیم، ایکس ما بچه ها میشه چقدر؟ 20/7. ایکس یا همون طول دی ایمون میشه چقدر؟ 20/7 به سادگی محاسب میشه. بریم سراغ مثال 26. دوباره مثال تجریبیه، فقط یه اشاره بهش بکنیم. گفته نقطه دی روی ضلع آسی از مثلث ABC است. نقطه دی روی ضلع آسی از مثلث ABC است. زاویه ABD، زاویه ABD با زاویه BCD برابر. این زاویه با این زاویه برابر. زاویه B1 و زاویه C با هم برابر. و ضلع AB با ضلع CD برابر است. AE نیم ساز زاویه AE. ثابت کنید ED با AB موازی است. ED و AB میگه با هم موازی. نگاه بکنید بچه‌ها، اولا که زاویه B1 با زاویه C برابره، دوم از زاویه A با زاویه A مشترک. پس میتونم بگم مثلث ABD با مثلث ABC متشابه، مثلث سمت چپ یعنی ABD متشابه با ABC، حالتش هم که دو زاویه. بریم سراغ نوشتن نسبت تشابهشون. اول از روی مثلث بزرگتر بنویسیم، AB BC یا AC، اینم BC. بچه ها آبی رو نگاه بکنید تو مثلث بزرگی، روبرو زاویه سیه، زاویه سی با B1 برابره میشه آدی. آسی بچه ها اینجاست، آسی روبرو کل زاویه بیه، کل زاویه من با دی برابره دیگه میشه آبی. بی سی بچه ها بی سی روبرو زاویه آه، آ با آ مشترکه، پس میشه بی بی. این نسبت اولیه. از یه طرف هم بچه ها میگیم که چی؟ آی نیمساز داخلیه، پس طبق از یه نیمساز داخلی قطعه‌ای که به وجود میاره چیه؟ میگیم که بی ای به سی ای، بی ای به سی ای مساویست با آبی به آسی، آبی به آسی. خب بچه ها نگاه بکنیم، اولا که گفتیم آبی با سی دی برابره، پس اینجا به جای آبی میتونم بنویسم سی دی. اینجا بچه آبی به آسی، اینجا آسی به آبی، فقط کافیه که معکوسش کنید. نسبت سی ای به بی ای برابر است با آسی به آبی. از این دوتا رابطه بچه ها نگاه بکنید، همین دوتا، این دوتای بالایی و این دوتای پایینی، آسی به آبی، اینجا هم آسی به آبی، این طرف سی دی به آدی، این طرف سی دی به بی ای. پس سی ای به بی ای برابر است با سی دی به آدی. این همین قضیه جز به جز قضیه تالس همونه. نگاه بکنید سی دی به بی ای، سی دی به آدی دلتون میبینید. پس در قضیه عکس تالس چی با چی موازیه؟ دی ای موازی است با آبی، دی ای با آبی موازی است. قضیه نیمساز خارجی. توی نیمساز داخلی بچه ها قطعه‌ای که نیمساز داخلی روی زل روبروش به پدید می آورد با ازلا متناسب. اینجا هم دقیقا همونه بچه ها. اگر آکان نیمساز خارجی زاویه آ باشه، آکان نیمساز خارجی زاویه آ باشه، امتداد زل بی سی رو که کا قطع کرده دیگه،
قطعه‌ای که پدید میاره دوباره با هم متناسب هم. نگاه بکنید کاسی به کابی کاسی به کابی نگاه کنید کاسی سمت راسته پس روبرویش باید آسی رو بنویسید درسته کاسی روبرویش آسی رو بنویسید بچه ها نگاه بکنید بی سی به اینو درستش کنید بچه ها بی کا بی کا بی سی رو بکنید بی کا پس کاسی به بی کا میشه آسی به آبی کاسی بچه ها سمت راسته پس سمت راستی زلش هم میشه آسی کابی سمت چپه پس زل سمت چپ ما میشه آبی کاسی سمت راست زل روبرویش آسی کابی سمت چپ زل روبرویش آبی پس قطعه‌ای که نیمساز خارجی هم روی امتداد ز پدید میاره با هم متناسب فقط این رو حواستون باشه بی سی رو بکنید بی کا که توی حساب مشکل بر نخورید عکس قضیه نیمساز خارجی هم دقیقا مثل قضیه نیمساز داخلی برقراره میگیم که آقا نیمساز خارجی اگر ما یه پاره خطی داشته باشیم که امتداد یه ذره تو کا قطع بکنه و داشته باشیم آبی بازی بی کا به سی کا باشد حتما آکان نیمساز خارجی زاویه آسکه اسمش از طریق برهان خود با ما کاری نداره نکته بعدی خیلی مهم قضیه نیمساز خارجی در مثلث متساوی و ساقین برقرار نیست زیرا نیمساز خارجی آ موازی زل بی سی توی فصل یک اینو اثباتش کردیم و باهاش کار کردیم نیمساز رأس نه نیمساز زاویه های برابر و نیمساز رأسمون موازی با زل بی سی تو امتدادش رو توی هیچ نقطه قصر نمی کنه پس قضیه نیمساز خارجی درونش برقرار قضیه نیمساز داخلی رو داره تست 34 بچه مشابه تست کنکوره گفته در مثلثی به اضلاع 4 و 5 و 6 نیمسازهای داخلی و خارجی کوچکترین زاویه کوچکترین زاویه روبرو کوچکترین ضلعه کوچکترین ضلعه اون 4 پس زاویه آ و کوچکترین زاویه بشه ضلعهای مقابلش رو به ترتیب دادی و دیپریم قطع کرده آدی نیمساز داخلی و آدیپریم نیمساز خارجیه گفته اندازه دی دیپریم کدام است اندازه دی دیپریم نگاه بکنید بچه ها اول به سوران تزیین نیمساز داخلی عادی نیمساز داخلیه پس نسبت هایی که به وجود میاره میشه بی دی به دی سی مساویس با سمت چپ آبی به آسی یعنی بی دی به دی سی ما برابر است با آبی اون که هستش پنج اینم هستش شیش یه ترکیب در مخرج بریم پس بی دی به بی دی به اضافه دی سی مساویس با پنج به شیش به اضافه پنج بی دی رو نداریم بی دی به اضافه دی سی بچه ها میشه بی سی یعنی چهار مساویس با پنج به یازده پس بی دی ما برابر است با بیست یازده ها بی دی مون پیدا شد کافیه بی دی پریم هم پیدا کنیم بچه ها نگاه بکنید آدی پریم نیمساز خارجیه آدی پریم نیمساز خارجیه پس نسبتاش بی دی پریم یا دی پریم بی به دی پریم سی دیپریم بی سمت چپ میشه روبرویش آبی دیپریم سی سمت راست روبرویش میشه آسی دیپریم بی به دیپریم سی مساویست با آبی اون که هستش پنج به شیش بچه ها نگاه بکنید چیکار بکنیم خود مثلا دیپریم بی رو پیدا کنیم یه تفصیل در مخرج بینیم بچه ها تفصیل در مخرج اون رو نگاه بکنید دیپریم بی به دیپریم سیه منهای دیپریم بی مساویس و پنج به شیش منهای پنج بچه ها نگاه بکنید دیپریم سی منهای دیپریم بی چه میشه؟ میشه بی سی دیگه بی سی اونم که هستش چهار پس دیپریم بی به چهار مساویس با پنج به یک پس دیپریم بی ما برابر است با بیست حالا بچه ها دی دیپریم همون چنده؟ اونی که سوال خواسته یعنی آقا 20 11 هم به اضافه 20 دی پریم بی به اضافه بی بی این دوتا رو با هم جمع کنیم میشه دی دی پریم خب اگر 11 مخرج مشتری بگیریم میشه 20 به اضافه 220 یعنی 240 11 هم 240 11 هم یعنی گزینه شماره 2 نکته بعدی تکراری کوچکترین زاویه روبرو کوچکترین ضلع و برعکس در هر مثلث نیمساز زاویه خارجی و نیمساز زاویه داخلی عمود است نگاه بکنیم این نیمساز داخلی نیمساز خارجی بچه‌ها کل زاویه عام اگه 180 نیست پس نیمساز داخلی و خارجیش میشه متممش دیگه
نصف کرده در حقیقت 180 درجه رو، نصف 180 هم میشه 90، پس نیمساز دو زاویه مکمل یا جمعشون بشه 180، نیمساز دو زاویه مکمل حتما متممه هم دیگر یا جمعشون 90 درجه است. تست 35 رو دقت بکنید، از این خاصیت میخوام استفاده بکنید. گفته در شکل مقابل مثلث ABC قائم مساوی است، A مساوی است با 90 درجه. نگاه بکن، با قرمز علامت بزنم ABC، این مثلث A 90 درجه است. اگر A1 مساوی A2 باشد، A1 و A2 رو ببین، یعنی AC نیم سازه، BC هستش 12، BC 12، MC 10. طول MC کدام است؟ MC رو میگیریم X. بچه ها نگاه بکنید تو مثلث باله، تو مثلث AMN، تو مثلث AMN مگه بچه آسی نیم ساز نیست؟ گفته آیه بالو با هم برابر هم، آسی نیم ساز داخلیه. طبق از این نیم ساز داخلی چی میشه بچه ها؟ نسبت MC به NC، MC به MC مساویست با AM به AN، درسته؟ این از این. بچه ها نگاه بکنید، AC عموده به آبیه، AC عموده به آبیه، گفته مثلث آبیست تو رأس آ قائم مساوی است. چون آسی عمود شده به آبی، میتونم بگم چون آسی نیمساز داخلی زاویه آه، پس آبی میشه نیمساز خارجیش. گفته نیمساز داخلی و نیمساز خارجی بر هم عمودن دیگه، پس آسی نیمساز داخلی، آبی میشه نیمساز خارجیش، پس آبی نیمساز خارجی آ. تو مثلث چی؟ AMN. تو مثلث AMN. حالا که نیمساز خارجی تو مثلث AMN، تو مثلث AMN نسبتشو بنویسیم بچه‌ها. آبی نیمساز خارجی، پس نسبت BM به BN، BM به BN. بچه‌ها نگاه بکن، BM سمت چپه تو مثلث میشه AM، BN بالای سمت راستیش AN. بچه ها نگاه بکنید، رابطه یک و رابطه دو سمت راستشون با هم برابرن، AM به AN داره، پس از رابطه یک و دو میتونم نتیجه بگیرم نسبت BM به BN مساویست با MC به NC. خب بچه ها BM امون رو نگاه بکنید، به جای BM میتونیم بنویسیم 12 منهای X، کل BC هستش 12، MC هم X، پس به جای BM مینویسیم 12 منهای X. به جای BM چی بنویسیم؟ کل BM 12 به اضافه 10 یعنی 22. به جای MC چی بنویسیم؟ MC هستش X. به جای MC چی بنویسیم؟ MC مون هم هستش 10. این رابطه رو طرف این مسائل بخونیم راحت هم میشه، اول 22 با 10 رو ساده کنیم میشه 5، میشه 11. پس 5 ضرب در 12 یعنی 60، 5X منفی مساویست با 11X. 11x بره اون طرف 15 میشه چقدر؟ 5 با 11 میشه 16x مساویست با 60، پس x ما میشه 60 به 16، یعنی به 4 بزنیم 12 به 4 بزنیم میشه 4، درسته؟ ببخشید، به 4 بزنیم میشه 15، 15 به 4 یعنی گزینه شماره 1 رو علامت میزنیم. خب تست 36 تست سراسری 90 گفته که در شکل مقابل مساحت مثلث DEC 60% مساحت ADE. نگاه بکن، مساحت SDEC به SADE برابر است با 60 به 100، 60 صدم یا 6 دهم. 6 دهم هم میتونیم بنویسیم 3/5. خب بچا نگاه بکنید، مثلث ADE مثلث DEC. بچه ها من این ارتفاع رو رسم بکنم، ارتفاع DH رو رسم بکنم. بچه ها میتونم بگم تو مثلث ADE ارتفاع DH ارتفاع وارد بر ضلع AEه، تو مثلث DEC ارتفاع وارد بر امتداد ECه، درسته؟ پس بچه ها SDEC رو من میتونم بنویسم 1/2
قاعدمون EC ضرب در ارتفاعمون DH. S ADE S بالایی رو میتونم بنویسم یک دوم قاعدمون AE ارتفاعمون هم هستش DH مساویست با 3/5. خب DH DH میره یک دوم با هم میرم پس EC به AE برابر است با 3/5 EC به AE مساوی 3/5 میتونم بگم که آقا EC ما هستش 3 کا AE مون هستش 5 کا ضریبی از هم هم دیگه EC بود پاکنم اینو EC هستش 3 کا AE مون هم هستش 5 کا خب گفته آقا مساحت مثلث زوزنقه چند برابر مساحت مثلث ADC است مساحت زوزنقه به مساحت مثلث اولا اینکه بچه ها نگاه بکنید مثلث ADE با مثلث ABC متشابه مثلث کوچیکه با مثلث بزرگی متشابه چرا؟ چون زاویه آشون مشترکن ضلع DE با ضلع BC موازیه چرا؟ چون گفته زوزنقه است DECB زوزنقه است پس دو ضلع موازی داره دیگه پس زاویه D با زاویه B برابره زاویه E هم با زاویه C برابره پس این دوتا مثلث با هم متشابه هستن بچه ها نسبت تشابهشون چی میشه؟ نسبت تشابهشون مثلا روبرو به ضلع D 5 کا رو داریم یعنی AE D هم با B برابره روبرو به ضلعش میشه چی؟ AC AE به AC رو داریم یعنی 5 کا به 8 کا رو داریم یعنی 5/8 پس بچه ها من میتونم بگم S مثلث ADE به S مثلث ABC مساویست ما همین نسبت تناسب ما به توان دو یعنی 5/8 به توان دو S مثلث ADE به S مثلث ABC میشه کادور دیگه کامون چنده همین نسبت تناسب که نوشتی 5/8 به توان دو یعنی 25 به 64 خب بچه ها یه دونه تفصیل در مخرج بریم مساحت زوزنقه خودش رو نشون میده اگر یه تفصیل در مخرج بریم یعنی S ADE به S ABC منهای S ADE مساویست با چقدر 25 به 64 منهای 25 S ADE مون نسبت اینو خواسته دیگه نسبت ADE و زوزنقه رو خواسته S ADE سر جاش S ABC S مثلث کلی منهای مثلث بالایی چی میشه میشه مساحت این زوزنقه دیگه پس میشه S DE CB مساویست با چقدر 25 64 منهای 25 میشه 44 39 برعکسش رو گفته گفته زوزنقه چند برابر آدی پس معکوسش میکنیم S D E C B به S A D B مساویست با 39/25 39/25 بچه ها تقریبا 1.56 یعنی گزینه شماره 3 پس ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آها نسبت AE و EC شد 5 کا و 3 کا از نسبت مساحت هایی که بهمون داده بود بعد گفتیم مثلث ADE با مثلث ABC چی هست؟ متشابه هست پس نسبت تناسباشون میشه نسبت دو ضلع متشابهشون یعنی AE به AC چون روبرو به زاویه برابر هست به توان دو در هست 5 کا به 8 کا به توان 2/64 یه تفصیل در مخرج رفتیم که مساحت زوزنقه خودشو نشون بده تست 37 گفته در مثلث قائم الزاویه ABC زاویه آن 90 درجه است و اندازه اضلاع قائم 3/4 ارتفاع آه نیمساز عادی رد ارتفاع آه و نیمساز عادی رد شده است اندازه دی اچ کدام است دی اچ ما میخوایم ایکس بچه این 3 باشه این 4 باشه خب بی سی اون هم میشه 5 دیگه خب ما اچ دی رو چجوری پیدا بکنیم بچه ها کافیه که بی دی رو منهای بی اچ کنیم اچ دی پیدا بشه من یه ما نمیگیم عادی نیمساز داخلیه سرسری خارج کشور 98 ها
عادی نیمساز داخلیه، پس نسبت نیمساز داخلیمون چی میشه؟ بی دی فسیدی مساویست با آبی به آسی، آبی به آسی، پس بی دی به دی سیمون مساویست با سه به چهار. بچه ما بی دی اونو میخواییم پیدا کنیم، پس یه ترکیب تو مخرج میزنیم میشه بی دی به بی دی به اضافه دی سی مساویست با سه به سه به اضافه چهار. بی دی بی دی به اضافه دی سی هم که بچه ها میشه کل بی سی یعنی پنج مساویست با سه به هفت. پس بی دی ما برابر است با پونزده هفتم. بی دی اون میشه پونزده هفتم. بی اچ رو چجوری پیدا کنیم بچه ها؟ از طریق روابط طولی در مثلث قائم الزاویه. این رابطه همون آبی دو برابر است با بی اچ ضرب در بی سی. آبی دو میشه بی اچ ضرب در بی سی. آبی دو میشه نو، بی اچ رو نداریم، بی سی اونم که هستش پنج، پس بی اچ ما میشه چقدر؟ نه به پنج. بی اچ ما میشه نه به پنج. حالا بچه ها اچ دی مون چقدر میشه؟ اچ دی مون میشه بی دی منهای بی اچ، یعنی 15 به 7 منهای 9 به 5. اگر بچه ها با 35 مخرج مشتری بگیریم 5 تا 15 تا میشه 75 تا 9 هفته هم 63 تا 75 منهای 63 میشه 12 به 35، یعنی گزینه شماره 3 رو الان هم بذاریم 12 به 35. مثال 27 مثال 27 رو دقت بکنید بچه ها. تست المپیاد ریاضی هند، تست المپیاد ریاضی هند و تست سراسری تجربی 88 گفته در مثلث ABC زاویه A دو برابر زاویه B هستش. زاویه A با دو تا B برابر. ثابت کنید A دو منهای B دو مساوی B C یا A دو مساوی با B در A به اضافه C، بی در بیه به اضافه سی باشه. این درسته شد، بی در بیه به اضافه سی. خب نگاه بکنید بچه ها، زاویه آ مساویست با دو بی. میتونم بگم زاویه آ یک با زاویه آ دو نیمساز زاویه آ رو رسم کرد، آ بی مساویست با زاویه بی مساویست با زاویه آ دوم دیگاره که این اصلا ننوشه یا ننوشه. آ یک با آ دو نصف زاویه آ، زاویه آرم نصفش میشه بی، هر کدومش اینا دیگر با زاویه بی برابره. بچه ها نگاه بکنید زاویه آ یک با زاویه بی برابر شد، پس مثلث آ بی دی چیه؟ متساوی و ساقین، متساوی و ساقین. دو کدوم دوتا زل با هم برابره؟ زل آ دی و زل بی دی با هم برابره، زل آ دی و زل بی دی با هم برابره. خب بریم سراغ تشابه. اولا که زاویه آ دو با زاویه بی برابره، زاویه آ دو با زاویه بی برابره. زاویه سی هم که بچه هم مشترکه، پس کدوم دو تا مثلث با هم متشابه؟ مثلث سمت راست یعنی آ بی سی متشابه با مثلث کلی یعنی آ بی سیه. آ بی سی با آ بی سی متشابه. خب بچه ها نسبت تشابهشو بنویسیم. تو مثلث سمت راستی عادی داریم با آسی، بس اینا، با دی سی کاری نداریم. عادی بچه ها چنده؟ نمیدونیم. عادی روبرو به زاویه سی، سی مشترکه، پس تو مثلث بزرگی روبرو به زاویه سی میشه عادی. آسی بچه ها روبرو، آسی کجاست؟ اینجاست. روبرو به زاویه دیه، زاویه دی هم میتونیم بگیم با کل زاویه چی برابره؟ آ برابره. زاویه دی با کل زاویه آ برابره، چون سی که مشترکه، آ دو هم که با بی برابر است دیگه. پس زاویه دی با کل زاویه آ برابره، چه نسبتش به بی سی. خب بچه ها اگر اینو بگم بیه، اینو بگم سیه، اینم بگم آره، بچه ها آ دی برابره با چی بود؟ بی دی. پس بی دی جاش می نمیسم تا جا رابطه یکی میکنم. آ بی چیه؟ هستش سی مساویس با آسیمون هستش بی، بی سیمون هم هستش آن. فرق وسطه ما کنیم، بی دی ما برابر است با بی سی آن، بی دی ما برابر است با بی سی آن. خب بچه ها نگاه بکنیم، مگه عادی نیمساز نیست؟ خودمون رسم کردیم عادی نیمساز داخلیه. نیمساز داخلی رو دقت بکن نسبتاش چی میشه بچه ها؟ بی دی
به DC مساویست با آس آبی به آسی. پس BD به DC مساویست با آبی مون که هستش C، آسی مون هم هستش B. بچه ما میخواییم BD رو پیدا کنیم، این تو جاگذاری بکنیم. پس یه ترکیب تو مخرج بریم، همین کارها که واسه تست قبل انجام دادیم، BD به اضافه DC، C بر روی B به اضافه C. BD به اضافه DC بچه ها میشه زل A. پس میشه BD به A مساویست با C بر روی B به اضافه C. طرف این وسطه ما کنیم، BD ما برابر میشه با AC بر روی B به اضافه C. این اسمشو بزن رابطه دو، این اسمشو بزن رابطه سه. رابطه دو سه رو بچه ها ادغام بکنیم درون هم دیگه. BD ما برابر است با AC بر روی B به اضافه C مساویست با BC بر روی A. بچه ها طرف وسطه کنی، اولا که این سیاه رو هم بزنیم بره، حالا طرف وسطه A زب در A میشه A2 مساویست با B زب در B B2 B زب در C هم B C، همون رابطه ای که خواستیم. A2 مساویست با B2 به اضافه C2 یا A2 منهای B2 مساویست با B C، رابطه ای که خواستیم. پس میبینید تست المپیاد ریاضی هند 1992 و 1980 تست سراسری تجربی 88. خب قبل از اینکه تست 38 رو حل کنیم، مثال 28 رو حل کنیم. بچه‌ها از همون تستی که الان حل کردیم بخوایم استفاده کنیم، گفته ثابت کنیم که یک و تنها یک مثلث موجود است که طول اضلاع آن اعداد صحیح متوالی، اعداد صحیح متوالی و یک زاویه‌اش دو برابر دیگه. المپیاد ریاضی 1968، یک زاویه‌اش دو برابر دیگری. همین الان مثالش رو حل کردیم. اگر آ مساوی دو بی باشه چی میشه بچه‌ها؟ آ دو منهای بی دو مساوی است با بی سی، یا آ دو مساوی است با بی دو به اضافه بی سی. این رابطه رو از مثال قبلی اثباتش کرده بودیم. خب بچه‌ها نگاه بکنید، گفته طول اضلاع اعداد صحیح متوالی. اعداد صحیح متوالی چی هست؟ مثلا یکیش n، یکیش n به اضافه یک، قبلیش چیه؟ n منهای یک. الان بچه‌ها از این رابطه میتونیم نتیجه بگیریم زل a بزرگتر است از زل b. نگاه بکن، a2 برابر است با b2 به اضافه bc. a2 از b2 بزرگتره، پس a هم از b بزرگتره. این شرط رو میتونیم از این فرمول استخراج کنیم. پس چند تا حالت پیش میاد؟ یک، میگیم آقا آ بزرگتر است از بی، بزرگتر است از سی، چون ما سی رو نمیدونیم کجاست دیگه. خب اعداد اون چی هست؟ آ بزرگترینه، یعنی آمون هستش ان به اضافه یک، بی متوسط است یعنی ان، سی کوچکترینه مساویس با ان منهای یک. بذاریم تو رابطه شماره یک، اسمشو بذاریم رابطه یک. تو رابطه یک به جای آ میذاریم n به اضافه یک به توان دو مساویست با b2 که هستش n2، bc مون هم که هستش چی بچه ها؟ n در n منهای یک. پس اینا را اگر به توان برسونی میشه n2 به اضافه دو، n به اضافه یک، n2 به اضافه n2 منهای n. یه n2 با یه n2 میره، همه را به سمت راست. پس n2 منهای n، یه دو ان هم بیاد این طرف پای منفی ان میشه منهای سه، یک هم بیاد این طرف میشه منهای یک مساوی سه. این معادله از طریق دلتا حلش بکنیم، ان یک و ان دو میشه منفی بی یعنی سه به اضافه منفی رادیکال دلتا. رادیکال دلتا میشه چقدر؟ دلتاش این پایین میده مثلا بی دو منهای چهار سه نه منهای چهار ضرب در یک ضرب در منفی یک یعنی رادیکال سیزده بر روی دو آ یعنی دو. پس یه انمون سه به اضافه رادیکال سیزده دومه، یه انمونم سه منهای رادیکال سیزده دومه. نگاه بکنید بچه ها، انایی که پیدا کردیم قرار چی باشن؟ اعداد صحیح متوالی. سه به اضافه رادیکال سیزده، سه منهای رادیکال سیزده، هیچ کدوم عضو صحیح یا اعداد ضرب نیستن. پس این حالت کنسل. بریم حالت دوم. حالت دوم چیه؟ بیا آقا آ بزرگتر است از بی، سی بینشونه، ما نمیدونیم سی کدومه دیگه. پس میتونیم بگیم که آ هستش ان به اضافه یک بزرگترین سی، متوسط است یعنی ان، بی
کوچیکترینه، یعنی n منهای یک. بذاریم تو رابطه یک اینا رو، a2 اینجاست، a2 برابر است با n به اضافه یک به توان دو مساوی است با b2 میشه n منهای یک به توان دو به اضافه bc. bمون هستش n منهای یک، cمون هم که هستش n به توان برسونیم میشه n2 به اضافه 2n به اضافه یک مساوی است با n2 منهای 2n به اضافه یک n2 منهای n. یه اندو با این اندوه میره، این یک هم با این یک میره، همه رو بیاریمش سمت راست. یه اندو داریم، یه منفی n با یه منفی 2n میشه منفی 3n. این هم بیاد این طرف میشه منهای 5n مساوی 3. پس یه ریشه همون n مساوی 0، یه ریشه همون n مساوی 5. بچه چون n یکی از لائمونه، 0 قبول نیست، 5 قبوله. خب بچه ها نگاه بکنید، اگر n 5 باشه از لانمون چی میشه؟ یکیش n منهای یکی یعنی 4، یکیش n یعنی 5، یکیش n به اضافه یکی یعنی 6. 4 و 5 و 6 بچه تو نامساوی مثلث صدق میکنن یا نه؟ جمع هر دو ضلع از ضلع سوم ما بزرگتر بوده. 4 و 5 9، 9 از 6 بزرگتره، 4 و 6 10، 10 از 5 بزرگتره، 6 و 5 11، 11 از 4 بزرگتره. پس تا اینجا یه مثلث با ابعاد 4 و 5 و 6 پیدا شد. شرط سوم بچه‌ها نگاه بکن، آ بزرگتر از بی رو باید برقرار کنیم. میتونیم بگیم آ بزرگتر از بیه، سی از همه‌شون بزرگتره، یعنی سی ضلع بزرگتر میشه n به اضافه یک، آ ضلع متوسط میشه n، بی ضلع کوچیکمون میشه n منهای یک. بذارید تو رابطه یک بچه‌ها، آ دو یعنی n دو مساوی است با b2 یعنی n منهای یک به توان دو به اضافه bc. b مون که هستش n منهای یک، c مون هم هستش n به اضافه یک. n2 مساوی است با n2 منهای 2n به اضافه یک، n منهای یک در n به اضافه یک میشه n2 منهای یک. یه n2 با یه n2 میره، یک و منفی یک هم با هم میرن، فقط چی میمونه؟ یه n2 رو یه منفی 2n میمونه. n2 منهای 2n مساوی 0، یعنی n در n منهای 2 مساوی 0، یعنی یه ریشمون 0، یه ریشمون 2. بچه اگر n مون 2 پیدا بشه ابعادمون چی میشه؟ یه ضلعمون هست n منهای 1 یعنی 1، یه ضلعمون هستش n یعنی خود 2، یه ضلعمون هستش n به اضافه 2 یعنی 3. بچه با 1 و 2 و 3 نمیشه مثلث ساخت. چرا؟ چون تو نامساوی مثلث سه دفعه میکنی، یک به اضافه دو بزرگتر از سه نیست، یک به اضافه دو بزرگتر از سه نیست. پس با این ابعاد مثلث ساخته نمیشه. شرط اول قبول نبود چون اصل زد نشد، شرط سوم قبول نبود چون ابعاد رو تو نامساوی مثلث سه رو نمیکنه، فقط شرط دوم بود. فقط یه مثلث با ابعاد 4 و 5 و 6 ساختیم که یک ضلعش دو برابر ضلع دیگری باشه. پس فقط یک و تنها یک مثلث. اینم المپیاد ریاضی 1968 میشه. بریم تست شماره 38. تست 38 هم بچه المپیاده، ولی المپیاد ریاضی ایران 1975. گفته در مثلث ABC نقطه M روی ضلع BC قرار داره. نقطه M روی ضلع BC قرار داره. از M خطوط موازی با AB و AC رو رسم می‌کنیم. به این نگاه کن، MF با AB موازیه، EM هم با AC موازیه. فرض کنید مساحت متوازی الاضلاع حاصل یعنی مساحت AFME 5/18 مساحت مثلث میشه، یعنی S A F M E به S A B C میشه 5/18. در این صورت نقطه M ضلع B C رو به چه نسبتی قطع میکنن؟ یعنی نسبت B M به C M رو ما میخوایم. نگاه بکنید بچه ها، مثلث هایی که به وجود بیاد مثلث B E M، مگه بچه ها E M با A C موازی نیست؟ میتونم بگم این دوتا موازی A B مبرم، E M موازی با A C و آبی مقرب. پس میتونم بگم زاویه ای یک با زاویه ای آ برابر،
درسته؟ زاویه یک با زاویه آ برابر زاویه بی هم که مشترکه، پس میتونم بگم مثلث زاویه بی مونم مشترک، مثلث بی ای ام، مثلث کوچیکه پایین بی ای ام متشابه و مثلث آ بی سی. بی ای ام متشابه شد با آ بی سی، بچه ها نسبت تشابهش چی میشه؟ میشه نسبت دو ضلع متشابه. زاویه ای یک با زاویه آ برابره دیگه، ضلع روبرو زاویه ای یک میشه بی ام، ضلع روبرو زاویه آ میشه بی سی. بی ام به بی سی میشه نسبت تشابه، اسمشو میذاریم کا. این طرف بچه ها مثلث سی اف ام متشابه با آ بی سی هست یا نه؟ دقیقا مثل همین میگیم آقا اف ام موازیه با آبیه، چی مورب؟ آسی موربه. بچه ها درمه خطوط موازی و مورب زاویه اف یک با زاویه آ برابر میشه یا نه؟ اف یک با زاویه آ برابر. زاویه سی هم که بچه ها مشترک بینشون، زاویه سی هم با زاویه سی، پس مثلث ام اف سی با مثلث آ بی سی متشابه هست. حالا که متشابه نسبت تشابهش میشه؟ روبرو زاویه اف یک میشه ام سی، روبرو به زاویه اف یک هم با آ برابره میشه به بی سی. خب بچه ها ام سی به بی سی چقدر میشه؟ از اینجا بچه ها من پیدا کردم بی ام به بی سی میشه کا یک، و میتونم بگم بی ام برابر است با کا ضرب در مثلا یه عددی کا ام، بی سی مونم برابر است با یک ضرب در ام. پس به جای بی ام می نویسم کا ضرب در ام یا کا ایکس، بی سی هم می نویسم ام. حالا بچه ها ام سی به بی سی چقدر میشه؟ ام سی اون چه هستش؟ ان، بی سی اون کلش چقدره؟ کای به اضافه یک در ان. این هم میتونیم بنویسیم یا اصلا میتونیم بچه ها تفضیل یا ترکیب در صورت و مخرج برید. نگاه بکنید این کار هم میشه کرد اگر اینو متوجه نشدید. با نسبت چی رو میخواییم؟ ام سی به بی سی، ام سی به بی سی. مگه ما بی ام به بی سی رو پیدا نکردیم؟ کافیه که تو این رابطه بچه ها چی کار میکنیم؟ یه تفضیل تو مخرج بریم. تفضیل در مخرج، تفضیل در مخرج بریم میشه بی ام به بی سی مون. بچه ها ما چی رو میخوام؟ تفضیل در صورت بریم. یعنی آقا بی سی منهای بی ام بر روی بی سی مساویس با اینم که یک میشه یک منهای کا بر روی یک. بچه ها بی سی منهای بی ام چقدر میشه؟ بی سی منهای بی ام چه ام سی دیگه؟ به بی سی مساویس با یک منهای کا، هم از راه اول هم از راه دو. پس ام سی به بی سی میشه یک منهای کا. دقت بکنید بچه ها نسبت مساحت آ اف ام ای این متوازی و لنزلایه به اس آ بی سی رو داده. اولا که بچه ها من میتونم بگم اس آ بی سی مساحت مثلث بزرگه میشه اس این مثلث یعنی بی ای ام به اضافه اس متوازی و لنزلا آ اف ام ای اس مثلث سمت راست یعنی اف ام سی. نگاه بکنید بچه ها ما اس آ اف ام ای به اس آ بی سی رو داریم، پس دو طرف تساوی رو تقسیم بر اس آ بی سی می کنم. اس آ بی سی به اس آ بی سی میشه یک، اس بی ای ام به اس آ بی سی مساوی به اضافه یک، اس آ اف ام ای به اس آ بی سی به اضافه یک، اس اف ام سی به اس آ بی سی. بچه ها اس آ اف ام ای به اس آ بی سی رو سوال چند داده؟ 5 به 18. این هم که یک، پس یک مساویست با اس. بچه ها بی ای ام به اس آ بی سی، اس مثلث کوچیکه به مثلث کلیمون، مگه نمیشه نسبت تشابه به توان دو؟ مثلث کوچیکه به مثلث کلیمون گفتیم متشابه دیگه، نسبت تشابه شرسش رو گوشیم کا، پس نسبت مساحتاشو میشه کادو. این هم که گفتیم خود سوال داده 5 به 18.
اس اف ام سی بچه‌ها ما گفتیم ام اف سی با او بی سی چیه متشابه نسبت تشابهشون چقدر شد یک منهای کا نسبت مساحتشون چی میشه میشه نسبت تشابه به توان دو خب اگر بچه‌ها ما این معادله رو حل بکنیم به راحتی به مقدار کا پیدا دست پیدا میکنیم پس یک مساوی است با کادو به اضافه 5 18 همون هم به توان برسونیم میشه کادو منهای دو کا به اضافه 1 یک با یک از بین میره پس کادو به اضافه کادو میشه دو کادو این طرف هم منهای دو کا داریم دیگه عبارت دیگه نداریم یه پنجی هم داریم مساوی است با صفر بچه ها دو طرف رو ضرب در 18 بکنم طرف کسی خارج بشه میشه 36 دو ضرب در 18 36 کادو 18 ضرب در دو منهای 36 کا به اضافه 5 مساوی است با صفر این معادله درجه دو رو با هر روشی که دوست داری حلش بکن اینو من اینجوری می‌نویسم 36 کادر رو بچه‌ها می‌نویسم 6 کا کلش به توان 2 36 کا رو می‌نویسم منهای 6 تا 6 کا به اضافه 5 مساوی 0 بچه‌ها الان نگاه بکن جمله مشترک اون شد 6 کا جمله‌های مشترک اون شد 6 کا پس دو تا عدد به جمعش منفی 6 ضربش 5 از دو تا پرانتز 6 کا داریم دو تا عدد هم گفتی ضربش منهای 6 جمع ضربش 5 جمعش منهای 6 پس میشه 6 کا منهای 1 6 کا منهای 5 مساوی با 0 پس یه ریشمون کامون میشه 1 6م یه ریشمون کامون میشه چقدر 5 6م خب گفته که آقا زل بی سی به چه نسبتی قطع شده یعنی نسبت بی ام به سی ام رو میخواد بچه کا شد یک شیشم اگر کا بشه یک شیشم بی ام به بی سی چقدر میشه؟ بی ام به بی سی میشه کا یعنی یک شیشم اون طرف ام سی به بی سی چقدر میشه؟ ام سی به بی سی اون که یک منهای کا یعنی یک منهای یک شیشم یعنی پنج شیشم نسبت بچه بی ام به بی ام بی ام اون چقدر میشه؟ این دو تا رو تقسیم بکنیم به هم بی ام به بی سی تقسیم بله ام سی به بی سی بی سی هاش ما هم خواهد میخوره میشه یک شیشم به پنج شیشم شیش با شیش میره میشه یک پنجم اگر بچه با پنج شیشم هم حل بکنید این میشه پنج شیشم یکی میشه یک شیشم نسبت جفتشون دوباره میشه چقدر یک به پنج یعنی گزینه شماره سه رو قرار میده تست 38 تست المپیاد ریاضی 75 خب نکته آخر نکته آخر این فصل گفته هر با وسط اضلاع یه انزلی منتظم رو به هم وصل بکنی اگر وسط اضلاع یک انزلی منتظم رو به هم وصل کنیم یه انزلی جدید به وجود میاد که انزلی جدید با انزلی قبلی متشابه نسبتش هم بچه حفظش کن کا مساویست با کوسینوس پی انوم این هم تعداد ازلاست کام و ساریز و کسینوس پی ام تست 39 رو ببین تست آخر وسط ازلا هجزلی منتظمی رو به هم وصل میکنیم نسبت مساحت شکل حاصل به مساحت اولی بچه ها اولا که اسپیری به اس میشه کار کامون چیه نسبت تشابه نسبت تشابه گفتیم چیه کسینوس پی انوم انمو چند هجزلیه دیگه پس کسینوس پی هشتم بچه نسبت تشابه شد کا ولی نسبت مساحت ها میشه کا دو پس میشه کسینوس دو پی هشتم کسینوس دو پی هشتم چجوری محاسبه کنیم؟ ما فرمول داشتیم کسینوس دو آلفا مساویست با دو کسینوس دو آلفا منهایی بچه به جای آلفا پی هشتم قرار بدیم اینجا میشه دو ضرب در پی هشتم یعنی پی چهارم کسینوس پی چهارم مساویست با دو کسینوس دو آلفا یعنی پی هشتم دو کسینوس دو پی هشتم منهای یک کسینوس پی چهارم یعنی کسینوس 45 میشه رادیکال دو دوم یکم بیاد این طرف به اضافه یک مساویست با دو کسینوس دو پی هشتم ما دنبال چیم؟ کسینوس دو پی هشتم پس این دو رو باید عربه ببریم کسینوس دو پی هشتم مساویست با رادیکال دو رادیکال دو دوم به اضافه یک تقسیم بر دو که اگر مخرج مشترک بگیریم دو اینجا میشه رادیکال دو به اضافه دو تقسیم بر دو یعنی رادیکال دو به اضافه دو چهارم پس کسینوس دو پی هشتم شد رادیکال دو به اضافه دو چهارم
رادیکال دو به اضافه دو چهارم یعنی گزینه شماره دو رو علامت میزنیم. این هم از تست شماره 30. خب فصل دو هندسه دهم تموم شد بچه ها، خوب کار بکنید، یه فوتوکپی کلی از فصل دو بهتون میدم، ان شاء الله تستاشو بزنید. یا علی، خدا نگهدار.